عزیزم به چی فکر میکنی؟ چرا انقدر ساکتی؟ دارم فکر میکنم چطور از شام تا اینجا اومدی فقط برای حسادت. تو تا اینجا اومدی که ببینی من کسی رو دوست دارم یا نه؟ نه دوست ندارم. این همه تلاش کردی فقط برای اینکه حسودیت شده بود؟ ولی نتونستی تلاش بکنی که بدون هیچ مشکلی با هم باشیم. درست میگم؟ من اومدم حرف بزنیم. اومدم که همه چی رو با هم حل کنیم. چطور همه چی رو حل کنیم؟ چطوری؟ تو فقط بگو چی میخوای؟ میخوای چی کار کنم تا بکنم؟ من میخوام برگردی شام، حتی اگه تنها. اونجا میتونیم بیشتر همدیگر رو ببینیم و مشکلاتمون رو حل کنیم. باشه، من مشکلی ندارم بریم شام، ولی در یه حالت، زن رسمیت شم. ازدواج میکنیم، بعدم هر جا که بخوای میریم. چی شد؟ چیزی که میخوام سخته؟ قصیه این نیست، باید یه سری مدارک آماده کنیم. من احمق نیستم، میدونم باید مدارک آماده کنیم، اینم میدونم کلی کار دیگه باید انجام بدیم. برای همینم تو برو شام کاراتو انجام بده و بعدش برگرد. اینجا ازدواج میکنیم و میریم شام. اینجوری دیگه مشکلی هم با خانوادم نداریم. تو مطمئنی برامون مشکل درست نمی کنن؟ اجازه نمیدن عزیزم، باهات دعوا میکنن، جلومونو میگیرن. من فارسو خیلی خوب میشناسم، خالتم به راحتی تو رو نمیبخشه. متوجه نشدم راجع به برادرم و خالم حرف زدی؟ برام اصلا مهم نیست. چطور برات مهم نیست؟ باید برات مهم باشه. اونا خانوادتن، جز اونا کسی رو نداری. به تو چه ربطی داره؟ من دوست دارم باهاشون این کارو بکنم. خوب شد؟ من نمیخوام خانوادت رو از دست بدی. در این حال نمیخوام خانوادم از دست بدم. چه ضمانتی میکنی برادرت فارس سراغ خانوادم نره؟ من میخوام با موافقت اونا ازدواج کنیم. داری دروغ میگی؟ دروغگو! هرچی که فارس راجبت گفته درسته، اما دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمت. به هم زنگ نزن، دیگه نمیخوامت. دیما سب کن، دارم با طرف میزن. برو گم شو. دو تا عاشق اینجوری به تفاهم نمیرسن. ما دیگه عاشق نیستیم. فراموشت میکنم و عاشق میشم. دیگه مثل احمقا منتظرت نمیمونم تا به هم بخندی. هیچ وقت این حرف رو نزن دیما. هیچ وقت من هیچ وقت گولت نزدم. من شرایط زندگیم خیلی سخته، خودت هم بهتر میدونی. ببین، کارو همه چی رو گذاشتم کنار و مثل دیوونه اومدم، چون دلم برا تنگ شده، چون میخواستم خیالم از بابتت راحت بشه و مطمئن بشم هنوز برای منی. همین که رسیدم اینجا برادرت بهم حمله کرد. من کار و زندگی و تمام مشکلاتم رو گذاشتم و موندم اینجا تا فقط تو رو ببینم، تا باهات حرف بزنم، تا مشکلاتمون رو حل کنیم و برگردیم پیش هم. اگه بخوای مخفیانه ازدواج میکنیم دیما، بدون اینکه کسی چیزی بفهمه. شرایطمو درک کن دیما. من راضی نمیشم با یه مرد زندار ازدواج کنم. تو هنوز زن داری، دلیلی هم نداره مثل خلافکارو ازدواج کنم. منو بذاری تو آب نمک و هر موقع قضیه جدی شد برگردی پیش خانوادت. تو نمیدونی من چه میکشم و به چی فکر میکنم یا چه حسی دارم. من هر ثانیه دارم میمیرم، میمیرم. اگه واقعا منو میخوای طلاق بگیر، خودتو آزاد کن. قول میدم خانوادم رو راضی کنم. اونا مخالفن چون بهت اعتماد ندارن، ولی وقتی ببینن طلاق گرفتی و اومدی با هم ازدواج کنی، با ازدواجم موافقت میکنن. من دیگه نمیتونم. فکر کردی به هم زنگ بزن؟